استمرار قیام مردم عراق علیه رژیم آخوندی، کربلا، دیوانیه، سماوه، میسان، بابل و زیقال. کربلا به آتش کشیدن تصاویر منحوس دشخیم قاسم سلیمانی. دیوانیه به آتش کشیدن دفتر حزب الدعوه مالکی سرسپرده ولی فقیه ارتجاع. قیام کنندگان خشمگین عراقی برای سومین روز به تظاهرات خود در استانهای میانی و جنوبی علیه جنایت‌های وحوش خامنه‌ای در عراق و ترور فعالان و کشتار تظاهرکنندگان ادامه دادند. قیام کنندگان در کربلا با برگزاری تظاهرات بزرگی خشم خود را علیه احزاب فاسد و باندهای جنایتکار وابسته به رژیم آخوندی ابراز کردند و تصاویر منحوس جلاد قاسم سلیمانی را به آتش کشیدند. قیام‌کنندگان عراقی در استان‌های بابل، میسان، زیقار، سماوه و دیوانیه با برگزاری تظاهرات و با آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها بر عزم و پایداریشان تا بازپسگیری وطن از چنگ احزاب و باندهای فاسد وابسته به رژیم آخوندی به رغم قتل و سرکوب سازمان یافته توسط وحوش خامنه‌ای تأکید کردند. در دیوانیه تظاهرکنندگان خشمگین دفتر حزب الدعوه نوری مالکی سرسپرده جنایتکار رژیم آخوندی را به آتش کشیدند. آه!
دماء كربلاء وانطلاقا من قول الثائر وسيد الثائرين الإمام الحسين عليه السلام، هذه الأفعال التي لا تزيد إلا عزما وإصرارا وقوة في الوقوف ضد خفافيش الظلام والفاسدين. احمد الابیض روزنامه‌نگار عراقی در مصاحبه با تلویزیون الحدث گفت افشای قاتلان مزدور ضرورتی برای قیام کنندگان است که شروع به تشکیل جبهه اپوزیسیون ملی کردند. جبهه‌ای که خواستار سرنگونی و ایجاد یک جایگزین ملی است. قاتلان در زیر قانون و عمامه پوشش گرفتند. در کربلا قاتلان را همه می شناسند. آنها با موتورسیکلت فرار کردند و وارد یکی از مقرهای سیاسی شدند. رژیم تهران فرامین را به این مقرات صادر می کند و این مقرها بر قاتلان مزدور کنترل دارد. ما ایمان داریم که هیچ مذاکره‌ای با رژیم ایران امکان پذیر نیست، زیرا آنها فریبکار هستند. الان زمان آزمایش واقعی جامعه جهانی برای ایستادن در مقابل این رژیم وحشی است که منطقه را مورد تاخت و تاز قرار داده و مردمش را کشتار کرده است. باید از هر سو فشار آورده شود و متعاقباً آنها شکست خواهند خورد، زیرا مردم عراق در مقابل آنها ایستادگی خواهند کرد تا منطقه از این اشغال آزاد شود.